geliyor. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، مردم عزیز و انقلابی ایران. تسلیت عرض میکنم خدمتون. اتفاق تلخی که منجر به جان باختن تعدادی از هموطنانمون در سقوط هواپیمای مسافربری شد، به ویژه با انتشار خبر امروز که این داغ رو مضاعف کرد. امشب ما یک ویژه برنامه در این باره داریم و مهمانان عزیزی رو هم در خدمتشون هستیم که انشالله بعد از دیدن یک بخشی از برنامه قبلیمون برنامه رو رسما شروع میکنیم. الان ارزیابی کلی از صحبت ترامپ عقب نشینی هستش. این تست یک ارزش استراتژیک داشت برای اونها و پاسخ ایران هم ارزش استراتژیک فوق العاده داشت برای ما. آمریکایی ها همونجور که همه میدونن گفتن که اگر ایران پاسخ بده به حمله نظامی به هاسماسه، با 52 نقطه ایران رو مورد حمله نظامی قرار میدن. صحبتی که آقای ترامپ کرد یک عقب نشینی واضح، ایران هم حمله نظامی کرده بود، هم حمله مستقیم از خاک ایران انجام شده بود، هم پایگاه نظامی آمریکا بود و هم در واقع ادعای ایران این است که حدود 80 کشته آمریکایی رو روی دست آمریکایی‌ها گذاشت. بالاخره نیروهای نظامی آمریکایی بودند. برداشت همه رسانه‌های غربی در واقع این است که آمریکا عقب نشینی کرد. ترامپ برعکس اومده اعلام کرده که این ایرانه که عقب نشینی کرده، در حالی که ایران حمله کرده. شما باید جواب می‌دادی، جواب ندادی. مثل زمانیه که ایران در واقع پهباد آمریکایی رو زد و ترامپ اومد تشکر کرد که اون یکی که دارای سرنشین بود رو نزدی. اقدامی که آمریکا علیه شهید حاج قاسم سلیمانی انجام داد، ما صرفا اون رو به عنوان، من دیدم مثلا آقای ظریف هم توی توییت هاش مطرح میکنه، اقدام تروریستی مطرح میکنه. بله، این تروریستی هست به معنی، اما واقعیتش اینه که یک اقدام جنگی هست. با آمریکایی‌ها مذاکره بکنید. حالا اگه اون موقع کسی میگفت این کسایی که شما میخواید باهاشون اتحاد کنید علیه داعش و تروریست، قطعا به خون ما تشنن، قطعا علیه خود ما اقدام تروریستی میکنن. اما خب حالا اتفاق بعضی خب باید حتما انگار به وقوع بپیونده تا بعضی باورش بکنن. شما اهل رسانه‌اید، اهل تولید محتوایید، به نوعی فیلم ساختید، کارگردانی کردید، فضای افکار عمومی رو خوب میشناسید. احساس خوشبختی رو از بین بردن در من با تبلیغ. اخلاص میگن که یعنی چی؟ معنی اخلاص یعنی این که برای خدا فقط. میگه الان شما بگید، میگه آقا من اینجا منافعم چیه؟ شما من بگید من این کاری میکنم چی گیره من میام. ببینید در آمریکا سالانه 1000 تا فیلم ساخته میشه، 400-500ش که بازی کامپیوتریه. اونایش که حرف داره چهار تاش هم بله انتقادیه، ولی نهایتاً اون انتقادی که میکنه هیچ کدومشون نمیگن آمریکا باید از بین بره، ما میتوانیم. در هالیوود وقتی فیلم میسازن ما نمیتوانیم توش نیست. ایمان به مردم داشتن حضرت امام و ایمان به مردم داشتن حضرت آقا ریشه این انقلابه. خب ما امشب در خدمت دو مهمان عزیز و بزرگوار هستیم، جناب آقای دکتر محمد صادق پوشکی، کارشناس مسائل سیاسی و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، و جناب استاد نادر طالبزاده، کارشناس ناماشنا و برجسته عرصه رسانه. خیلی خوش آمدید. خب اگه موافق باشید ما بحث رو با جناب دکتر پوشکی شروع کنیم.
در رابطه با اتفاق تلخی که امروز ابعاد دیگری از اون هم رسانه‌ای شد، خیلی تحلیل‌ها و مطالب زیادی گفته شده. ارزیابی شما رو می‌خوام از جنبه‌های مختلف در رابطه با این مسئله بدونم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهین نستعین انه خیر و ناصر و معین. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه عزیزان بیننده، خدمت شما، خدمت جناب طالب‌زاده. و این روزهایی که پشت سر گذاشتیم خیلی روزهای خاصی بود، روزهای آکنده با غم، شادی و غم، و اینقدر اینا تو هم رفتگی داشت که حس کردیم شاید بخش اعظمی از آزمایش‌های خداوند پشت سر هم داره برای ما و ملتمون اتفاق میفته. حتما همه مردم ایران داغدارن در اتفاقی که رخ داد برای هواپیما، و واقعیتش اینه که اینجا این جنس این ماجرا فرق میکنه با این که مثلا یه هواپیمایی به کوه برخورد میکنه. البته اونجا هم همه متأثر میشن، اونجا هم همه حس میکنن که عزیزانشون از دست دادن، اما اینجا به واسطه این توأم شدن این حادثه اسفناک با چند حادثه قبل از اون، شاید غم و سنگینی و تلخیش بیشتر به دل در واقع همه ما سنگینی کرد. به یه تعبیری واقعا همه ایران داغدار شدن، و این دیگه خیلی ربطی نداره به این که مثلا اونایی که در این پرواز بودن آیا نخبه بودن، آیا مردم عادی بودن، ایرانی بودن یا خارجی بودن. ما داغدار همه این عزیزانی هستیم که تو اون پرواز بودن، و واقعیتش اینه که شاید هیچ حادثه هواپیمایی غیر از حادثه ایرباسی که آمریکایی‌ها زدنش به این تلخی نبوده. ببینید این ماجرایی که از صبح چهارشنبه ساعت 6:30 تقریبا مثلا رخ داد، 6:30 صبح تا امروز صبح که باز هم اول صبحگاه یه خبر دیگه داده شد که به نوعی داغ اون حادثه سقوط رو به نوعی تازه تر کرد، چند تا قسمت داره. این قسمت ها رو ما بایستی از همدیگه تفکیک قائل بشیم. بدون تفکیک این قسمت ها اسیر موجی میشیم که فضای مجازی ساخته، و فضای مجازی ما رو به اون جایی خواهد برد که به هیچ عنوان مطلوب ما و ملت ما نیست. یعنی الان امروز صبح تا الان یک فوران تو فضای مجازی میبینیم که به نظر میرسه این فوران در طول این روزهای گذشته تلمبار شده رو هم. یعنی همه کسانی که از شهادت آقای سلیمانی و همراهانشون خوشحال شدن، همه کسانی که از حضور مردم و قدرشناسی مردم ایران از فرزند فداکارشون و فرزندان فداکارشون ناراحت شدن و کینه و بغض پیدا کردن، اونا کینه و بغضشون تلمبار شد. اونهایی که از حمله ما به آمریکا و شکسته شدن ابهت و هیمنه آمریکا داغدار و عزادار شدن، کینه و نفرتشون رو تلمبار کردن، و به بهانه این ماجرا این کینه و نفرت نسبت به سپاه، نسبت به نظام، نسبت به انقلاب، نسبت به مردم مؤمن و انقلابی، این کینه تو فضای مجازی فوران کرد. و این یه اتفاقیه که شاید اگه وقتی از بغض دشمن نسبت به خودمون حرف میزنیم، مصداقش رو امروز تو فضای مجازی میبینیم. و خب البته این موج انقدر سنگین بود، موج اینایی که تو این مدت این کینه ها رو تلمبار کرده بودن، مخصوصا شکستن هیمنه آمریکا تو منطقه، و اینکه آمریکا برای اولین بار اینجوری خوار و ذلیل شده تو منطقه و تو جهان، این برای خیلی ها که قبلشون و کت خداشون آمریکا بود اصلا چیز ساده و راحتی نبود. اونا یه جوری میخواستن داد بزنن و جیغ بزنن از اینکه چرا آمریکا، چرا قبله ما رو زدین، چرا قبله نمای ما رو زدین، و اینجوری به این بهانه این کینه ها و نفرت ها رو نسبت به سپاه و نظام و اینها بیرون ریختن. اگه میخواییم اسیر این موج نشیم، چند تا تفکیک باید قائل بشیم. ببینید اصل مطلب اینه که یک اتفاقی رخ داده، هواپیمای مسافربری در یک ساعاتی که به شدت ساعت بحرانی بوده پرواز کرده، اجازه پرواز هم داشته، و از همینجا سوال اول همه اونایی که میخوان واقعا داغدار این مسئله، حالا خانواده های داغدار این مسئله الان واقعا مصیبت سنگینی گرفتار مصیبتشونن، ولی یک روز این سوال رو خواهند پرسید و این سوال سوال به حقیقت همه ما داغداریم، همه مون هم این سوالو داریم میپرسیم. هر کسی که یه بچه نوجوان و جوان داره میتونه بفهمه که جوان از دست دادن به این شکل واقعا چقدر قلب آدم سنگینی میکنه و هیچ وقت داغش پاک نمیشه.
پس اینا امر بدیهیه. اما اولین نکته اینه که این سوالو میپرسن مردم و حالا اینا جوابهایی است که مسئولین متولیش دقیق باید بیان این سوالا رو پاسخ بدن. اینکه چرا در اون ساعات بحرانی اجازه پرواز داده شده، آیا این کار قانونی و استاندارد بوده، آیا خدای نکرده کوتاهی صورت گرفته، اینا مواردی است که فرمانده کل قوا هم دستور اکید دادن قوه قضاییه پیگیری خواهد کرد و دونه دونه اگر کسی کوتاهی کرده اینا هیچ کدوم از این پایمال نخواهد شد. مردم ایران مطالبه میکنن که هیچ کدوم از این سوالات بدون پاسخ نمونه و تک تک مسئولینش باید بیان پاسخ بدن. اگر قانع کننده بود الحمدلله، اگر قانع کننده نبود و تقصیر و قصوری بود باید طبق قانون باشون برخورد بشه. و چه خوب سایر مسئولین هم مثل سعد حاجی زاده. بله حالا من به اون قسمت خواهیم رسید. یه فصل خاصی است. بحث آقای حاجی زاده واقعا جای پرداختن داره دقیق به عنوان بحث سیاسی. ولی این سوال اوله که چرا این هواپیما یا احیانا هواپیماهای دیگه تو اون فضا اجازه پرواز پیدا کردن که خب من خواهیم بهش رسید. بحث دیگه اینه که آیا واقعا مثلا میشه الان گفت سپاه مقصر بوده؟ شاید جاهای دیگه مقصر بودن. آیا اون فردی که شلیک کرده طبق دستورالعمل‌ها؟ اینا مباحثی است که باید کارشناسان رسیدگی کنن. الان ما بخوایم پیش داوری کنیم این در واقع ظلمه. بحث دیگه بازتاب رسانه ماجرات از روز چهارشنبه تا الان که چه سیری رو طی کرده، آیا رسانه ها مقصر بودن، آیا مثلا مسئولین هواپیمای کشوری باید ساکت میموندن، یا این موارد که اینا سوالی است که رو ذهن مردم سنگینی میکنه. و بعدش میرسیم این که چه کسانی به بهانه این حادثه تلخ میخوان دوباره کشور رو اسیر ناامنی هایی کنن مثل ناامنی های آبان ماه. یعنی الان مسئله‌ای که ما پیش رو داریم یه مطلب گذشته است، اینه که داغ‌هایی رو دیدیم که هیچ وقت جبران نمیشه. بیش از 140 نفر از هموطنان ما و البته انسان‌های بی‌گناهی تو اون پرواز بودن، اونها هم ما به عنوان انسان داغدارشیم. اما اتفاقی که میخواد رخ بده و باید جلوگیری کرد اینه که بعضی از در واقع خناسان، بعضی از شیاطین از الان تلاششون رو شروع کردن که دوباره حوادث آبان ماه به بهانه این هواپیما تکرار بشه و اگر پیشگیری نشه خدای نکرده ما تو روزهای آینده باید دوباره داغدار بشن خانواده هایی. بحث اصلی و بازدارندگی و وسیله اطلاع رسانی این برنامه اینه که اجازه ندیم که حوادث آبان ماه این بار به بهانه این حادثه تلخ تکرار بشه. و یک فصل جدی هم باید در مورد مسئولیت پذیری و اینکه امروز ما شاهد بلوغ مسئولیت پذیری توی سردار سپاه باشیم. سردار سپاه همیشه نباید با شهادت الگو بشن. اگر یه روز مثل قاسم سلیمانی با شهادت الگو میشن، یه روزم باید با مسئولیت پذیری الگو بشن. امروز کاری که سردار حاجی زاده کرد، فارغ از اینکه مقصر بوده نبوده، کوتاهی کرده، محاکمه بشه، اینا رو بلوغ مسئولیت پذیری در جمهوری اسلامی بود. ما تو امروز در تاریخ 40 ساله من غیر از اون مواردی که حضرت امام از مردم عذرخواهی کردن یا مواردی که بوده که رهبری نظام مسئولیت پذیری کرده و عذرخواهی کرده، تو بین مسئولین در واقع کشور نداشتیم کسی اینجور شفاف مؤدبانه و داغدار بیاد عذرخواهی بکنه، مسئولیت پذیری کنه، بار مسئولیت رو از دوش کسان دیگر برداره. و این در واقع تو این حادثه تلخ یه شکوفایی بلوغ مسئولیت هم داشتیم. این در واقع سیر بحثه. حالا انشالله جلوتر بریم جناب طالب‌زاده هم حتما بحثاشون رو مطرح کنن، ما این موارد رو خورد خورد خواهیم برد. ممنونم آقای کوشی. آقای طالب‌زاده بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. بندم عرض تسلیت دارم. یک حادثه هولناکی بود، تمام اون هموطنای ما که در اون هواپیما بودن و خارجی‌ها که بودن، خود ما هممون داغدار هستیم. و اول تصور من که یک اشکال فنی هواپیما بود، یک شواهد و قرائن هم بود که اینجوری هست، ولی بعد که اعلام شد که نه، این اتفاق موشکی بود و پدافند بود، صحنه فرق کرد و یک فرصتی هم درست کرد برای کسایی که به ایران هم حجمه بکنن و عادت دارن به چند سال حجمه، این فضا هم باز شد. چند تا نکته هستش. من تقریبا 4 ماه پیش با جناب سردار حاجی زاده مصاحبه داشتم برای یه برنامه تلویزیونی به زبان انگلیسی دارم. اونجا یک سوال ازشون پرسیدم و سوالم این بود که شما مجوز زدن اون پهباد آمریکایی دادید، اون سوپر پهبادو، و اصل مصاحبه بر همون اساس بود که این مجوز زدن اون پهباد با کی بود،
این مصاحبه 4 ماه پیش الان فکر کنم رو اینترنت هست. ایشون گفتن ما مختصات اینکه وقتی که یک درون، یک پهبادی، یک هواپیمای دشمن وارد فضای ما میشه، ابعادش رو میدیم به افسر پدافند، اون بس بر اساس اون مشخصات میتونه آتش به اختیار بزنه. این کارم کرد، یعنی اون وقتی که دید پهباد اومد گفت منم خبر نداشتم، من بعد از اینکه زد با خبر شدم. خب سوال اصلی من همین بود، چون آرایش جنگیه و این اتفاق افتاد و اون جواب به نظر من درست بود، یعنی من قانع کرد و متوجه شدم که بله اون میزنه، بعد تازه ایشون مطلع میشه، چون تو اون ابعادی که نباید بیاد اون خط قرمز وارد شده. امروز اتفاقی که افتاده، ما یک حالت جنگی، واقعا جنگ واقعیه، یعنی بعد از اینکه سر و سلیمانی رو ترور میکنن، بعد از 3-4 روز پاسخ میدیم، پاسخی که رئیس جمهور گفته که 52 نقطه تونه میزنم، اگه کوچکترین تحرک نشون بدید این 52 نقطه قطعا خواهم زد، از این صحبتهای خیلی خشن ترامپی. و بعد چهارشنبه ما این کار انجام میدیم، چهارشنبه صبح 1:00 انجام میشه و جواب خیلی کوبنده‌ای بود، انعکاس خیلی وسیع پیدا میکنه، یعنی یک زلزله دوم اتفاق میفته تو خبر. زلزله اول شاید زلزله سوم، چون یکی حمله به سفارت آمریکا بود، دوم شهادت سردار سلیمانی بود، این سومیش بود که ایران پاسخ داد، کسی تصور نمی‌کرد پاسخ بده. و یک شوکی رو به سیستم خبری وارد کرد و چند ساعت بعد از این حادثه صبح، بعد 5 صبح، پرواز این هواپیمای اوکراینی بود که پدافند ما اینو میزنه و سقوط میکنه. خب چند روز، حداقل 3 روز طول میکشه تا اینا اعلام بکنن. طبق گفته خود سردار و بقیه با ستاد مشترک این بحث میشد که با چجوری مطرح بشه، چه بشه، 3 روز طول میشه بعد اعلام میکنن، تمام کمال اعلام میکنن ما این کاری کردیم. ببین یه سری این مطلبی که هست اینه که ما مثلا نحوه جنگیدن ما با اونها زمین تا آسمون فرق داره. آمریکایی چه بخوان چه نخوان، از ما یه اختلاف تمدنی داریم با آمریکایی و غربی ها، چه غربی ها چه شرقی و ژاپنی هم همینجوری هستن. مرامی که تو نحوه جنگیدن ما هست هیچ وقت اونا به این مرام نمیتونن برسن. یعنی که ما توی حمله هایی که تو زمان جنگ 8 ساله داشتیم، وقتی هواپیمای جنگنده ما میرفتش، یک ماشین روی پلی بود تو بغداد نمیزدش، کجای تاریخ شما میچیده؟ برخورد ما با اسرا چجوری بود؟ هنوز اصلا هنوز افشا نشده. از زمانی که کس دستگیر میشد و میبردنش پشت خط، من خودم شاهد بودم، خیلی هم شاهد بودم که من توی کربلا 5 شاهد بودم، یه تعدادی 20 نفر بچهای ما با همین بادگیرای توسی رنگ رو زمین همه شهید بودن، اکثرا بچهای ما بودن. 7-8 تا از اونا که آخرین فشنگ جنگیده بودن رو اول سوار آمبولانس کردن، قبل از این جنازه رو برن عقب، این 7-8 نفر رو بردن که کسی از این بچه‌ها که مثلا داغ باشه به اینا تعرضی نکنه، اینا رو به آمبولانس برگردوندن. اصلا اولم برخورد انسانی پشت خط، این خط اولم دیده بودم چه برخوردی با اینا میشه. ما یه اختلاف تمدنی با اینها داریم. اون 8 سال جنگ هم کسی روشن نکرده ما چی کردیم و چه سازماندهی داشتیم، چه برخورد، چه مرامی داشتیم. کار آقای سردار حاجزم یه کار مرامیه، میگه 3 روز طبیعتاً طول میکشه. امروز یه آدمیرال انگلیسی به اسم آدمیرال لورد وست که خیلی هم از ایران بدش میاد، سر این مسائل تو خلیج فارس و گرفتن سربازای انگلیسی و دستشون بالا بودن، خیلی تحقیرش و خیلی عصب، اصلا از ایران بدش میاد. این گفته که خیلی جالبه که ایران سریع اعتراف کرد و اینکه بی سابقه بود و یه جوری تحسین کرد این مطلب رو، گفت ما این رو نداشتیم، قبلا نداشتیم که کسی خودش به این سرعت اعتراف بکنه و بگه که اشتباه کردم، معذرت میخوام. این یکی بود. یکی دیگه بود ریچارد دالتون، سفیر سابق انگلیس تو ایران، اونم با همچین مطلبی، یعنی اعتراف کرد که این سابقه نداره که کسی بیاد با این سرعت بگه کار ما بود، اشتباه کردیم، عذر میخوایم، این تو فضای جنگی بود. این چیزی که من تا همین الان که دوستان که رصد میکنه مطبوعات انگلیس رو
تا برسیم به بقیه رسانه‌های غربی. یه اختلاف مرامی هستش اینجا. حالا من میدونم که 200 و ما 160 خورده نفر از این هم وطنانمون، بقیه برادران خواهری که اونجا مثل شهیدن، اینا توی مسیر با جنگی که با امریکا هستش و تحولی که هست اینجوری از دنیا رفتن و مثل اینکه از خود ما رفتن، ما همه داغدار هستیم وقتی که روشن شد. ولی اینکه دشمن دشمن نه دشمن عادی مردم خیابون، نه یه آدمیرال در واقع نیروی دریایی آمریکا انگلیس، آدمیرال لورد وست و آقای ریچارد دالتون، هر دوشون میگن که این قابل تحسین بود که سریع ایران اعتراف کرد و اوورد پایین اون استرسی که بین ایران و آمریکا بود، برعکس آمریکا که بلافاصله تحریما رو برد بالا. اینم مقایسه کرده. بعد میگه از این دو نفر مقایسه کرده بود این رو با این هواپیمای مالزیایی که زدن، روسا زدن، که تا همین الان اعتراف نکردن بلکه همه ابعادش روشنه. تو اوکراین زدن. هنوز معذرت خواهی کسی نکرد، مبهمه. و اینم بهش اضافه کردم. لذا خب یه فاجعه اتفاق افتاد، ما خیلی ناراحتیم، ولی ما توی آرایش جنگی هستیم. توی آرایش جنگی وقتی ما پایگاه‌های اونها رو زدیم و اون خودش یک پاسخی بود که همه رو تکون داد، همه رو خوشحال کردیم که ایران جواب داده. خیلی ما توی ایران، خیلی ها تو جهان، تو مستضعفین جهان، جواب آمریکا رو ایران داد. نترسید، ریسک کرد، این همه تهدید کرد ترامپ. امروز من قبل از اینکه بیام توی این استودیو شما دیدم CNN یه برنامه‌ای داره و یه میگه که اولین کسی که وارد پایگاه عین الاسد شده ما هستیم از CNN. بعد وسط یک آشنای آشلاش میگه که خیلی بعیده، خبرنگار داره میگه که توی همچین آشنایی کسی زنده مونده باشه. این تخریب. میدونین که دیروز یا پریروز تعداد زیادی از خانواده‌های آمریکایی که پسراشون توی عین الاسد و تو این پایگاه ها بودن، جلوی منزل چاک شومر رئیس دموکرات های سنا جمع شدن که ما 4 روزه که موبایل های پسرامون جواب نمیدن. چرا به ما دروغ میگین؟ چرا موبایل ها جواب نمیدن؟ که باید نارو متفرف کرد، باید تو خبر اومد. اینا هرچی زمان میگذره باز میشه که چه اتفاقی اون جفت. برخیر جنگه. چند ساعت بعد از این حادثه ای که آمریکا دروغاش هم شاخداره، یک نفر عراقی یا یک نفر آمریکایی هیچیش نشد، اون صاف شد. امروز داشتم تو راه میرفت، این زن خبرنگار میگفت ما اولین کسی هستیم که مجوز گرفتیم اینجا. گفت بعید میدونم چیزی بمونه، زنده بمونه تو اینجا. حالا این بخش رو ما حالا چه تو این برنامه چه تو برنامه بعدی حتما پخش میکنیم، چون تازه امروز منتشر شد بره. گم شد بین این اخبار امروز. ولی بسیار مهمه که یه خبرنگار آمریکایی میره اونجا، میگه که اصلا با این وضعیت که تو پادگانه بعید اصلا کسی زنده مونده باشه. و بعد اون بخشایی که میان تجمع میکنن خانواده‌ها که پسر ما جواب موبایل ما رو دیگه نمیدن، چرا موبایلشون خاموشه؟ بعد اونا رو متفرق میکنن که اینا درز نکنه. بالاخره این سناریو داره هی باز میشه. ما آرایش جنگیمون سر جاش هست، این آرایش جنگی تو حالت جنگی. یه اتفاق دیگه هم که خیلی مهمه، حادثه سال 1988 نام وینسنس. اونها وقتی میزنن آمریکایی‌ها هواپیما ما رو میزنن و میگن که فکر کردیم که F-14 است و تصور میکردیم F-14 است و زدیم و بعد معذر خواهی هم نکردن. حتی بوش پدر که معاون ریگان هم بود عذرخواهی نکرد و با تکبر کامل. امروز نیویورک تایمز یه مقاله‌ای داد بیرون، یه خانومی یه مطلبی نوشت که گفتش که چه شباهتی، گفت کلمش این بود eerie resemblance، یعنی یک شباهت خیلی مرموز ترسناک بین این حادثه و سال 1988 که آمریکا یک هواپیما ایرانی رو زد و 270 نفر اونجا به شهادت رسیدن. و حالا خیلی باز نمیکنه که معذرت خواهی نگه، ولی میگه که این حادثه وقتی مقایسش میکنیم با اون خیلی ابعاد عجیبی داره. از لازم و عجیبش اینجاست که تکبر آمریکا، جنگ ما با اون تموم شد، یعنی با اون حادثه به طور مطلق، یعنی با اون جنگ تموم شده، ما پذیرفته بودیم قطعنامه. ولی این تکبر آمریکا، تکبر به اصطلاح وحشتناکی باشه، هیچ جور نمیشه با این جونور هیچ جور نمیشه کنار اومد. ما امروز آرایشمون یه آرایش جنگیه،
یعنی هنوز هم ادامه داره، یعنی ما هنوز همه آماده هستیم. تو همین رسانه شما نگاه کنید تو یه هفته چقدر آرایش رسانه عوض شده. یعنی تو هر کدوم از برنامه ها شما وقتی که دقت میکنه آرایش برنامه ها عوض شده، مثل این وارد یک مرحله جدید شدیم. خب یکی از اون چالش ها همینه، یه اتفاقی افتاده، کاش پروازی نمیشد اون شب، با اینکه گفته بود سپاه که پرواز نکنید، اونها پروازا رو انجام دادن. قبل از اون پروازم چند تا پرواز بوده، بعدش هم باز پروازهای دیگه بوده که اتفاق میفته و بر اساس روالی که هستش. لذا امروز روشن میشه و اینجا سپاه میگه این اتفاق اینجوری بوده، ابعادش این بوده، ما کردیم و اعتراف میکنیم که اشتباه بوده، اشتباه فاحشی بوده و با تمام ابعادی که یک کسی از یک کسی دیگه عذرخواهی میکنه. این بازم ادامه همون مرام جنگیه، مرام جنگیه که اونا باید این که دوتا آدم انگلیسی که همینطور 24 ساعت اخیر اعتراف کردن که این جالبه، نداشتیم، اینجوری نداشتیم و خیلی خیلی چیز هستش که اینا باید بعدها اعتراف کنن. لازم ما توی مراحلی هستیم که الان باید جمعش بکنیم که دیگه همچی اتفاقی نیفته، باید کنترلمون مثلا بیشتر باید باشه. ولی جنگ جنگه، آرش جنگیه. چقدر آمریکایی‌ها عروسیای افغانی‌ها رو بمبارون کردن، بازخواهی نکردن، گفتم فکر کردیم که نیروهای مثلا طالبان زدیم 200 نفر توی عروسی. چند تا از این عروسی‌ها؟ آمار رسمی آمریکایی‌ها میگه بیش از 93% از شلیک‌هایی که ما در پاکستان، افغانستان و یمن با پهپادهامون داشتیم در یه بازه زمانی 10 ساله بیش از 93%ش خطا بوده. خیلی ممنون، تشکر میکنم از هر دو بزرگوار. یک میان برنامه رو ببینیم، انشاءالله گفتگو رو با هم ادامه میدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حادثه دلخراش سرنگونی هواپیمای مسافربری خطوط هوایی اوکراین رو بنده در غرب کشور بعد از اجرای عملیات ضربات موشکی بر علیه پایگاه‌های امریکا شنیدم. موقعی که اطمینان پیدا کردم که این اتفاق افتاده، واقعا آرزوی مرگ کردم برای خودم که ای کاش می‌مردم و چنین حادثه‌ای رو شاهد نبودم. ما یک عمر خودمون رو پیش مرگ مردم کردیم و امروز هم آبرومون رو با خداوند متعال معامله میکنیم و در این شرایط سخت در مقابل دوربین ها ظاهر شدیم که توضیح بدیم. من همین ابتدام عرض بکنم، بررسی ها و ارزیابی این حادثه توسط ستات های بالاتر و مجموعه قوه قضاییه چلا بررسی میشه، اطلاعات کامل میشه. و همین ابتدای صحبت بنده عرض بکنم که ما گردنمون از مو باریکتره، همه مسئولیت این کار رو میپذیریم و هر گونه تصمیمی مسئولین بگیرن ما مطیع اجرای اون هستیم. خب مطلع هستید که بیش از یک هفته شرایط منطقه و التهابات منطقه و احتمال درگیری در منطقه واقعا نسبت به خیلی سال، شاید از ابتدای پیروزی انقلاب، شاید ما همچین شرایطی رو شاهد نبودیم. خیلی احتمال درگیری بالا بود. هم امریکایی‌ها در آماده باش 100% بودن، هم نیروهای مسلح ایران در آماده باش 100% بودن. ضمن این که امریکایی‌ها تهدید کرده بودن که 52 نقطه از ایران رو میزنن. به خاطر همین همه یگانه‌های آفندی و پدافندی در آماده باش 100% بودن. بنده در اولین ساعتی که مطلع شدم به مقامات اطلاع دادم. اونها به واسطه این که باید این مسئله رو بررسی میکردن، ارزیابی میکردن، بررسی حادثه صورت میگرفت، دیگه از اینجا به بعدش دیگه مربوط به ستاد کله که واقعا هم سریع این کار کردن. ظرف 48 ساعت این بررسی ها صورت گرفت. و عزیزان ما که حالا در هواپیمای کشوری محکم رد میکردن اصابت موشک رو، اونا بر اساس دانستای خودشون عمل میکردن. من اعلام بکنم که اونا هیچ گناهی ندارن، مقصر نیستن، هرچی تقصیرش به عهده ماست، اونا تقصیری ندارن. هم هواپیما تو مسیر بوده، خطایی نداشته،
هم هواپیما کشوری شرکت بود، همه درست عمل کردن. اگه خبط و خطایی بوده، یکی از عناصر ما خبط و خطا کرده، چون در نیروهای تحت امر ما هست، بالاخره مسئولیتش با ماست، ما با جواب باشیم. برنامه جهان آرا رو مشاهده میکنید از شبکه افق با موضوع بررسی حادثه تلخی که برای تعدادی از هموطنانمون با سقوط هواپیما اتفاق افتاد. 100037 هم شماره پیامک برنامه ما هستش، نظرات، سوالات و انتقادات خودتون رو برای ما بفرستید. جدا از این شماره تلفن 162 هم که برای روابط عمومی سازمان صدا و سیما هستش، یکی از راه‌های ارتباطی دیگه ما با شماست. من چند تا پیامک رو آقای دکتر عزیزی من بخونم، بعد اتان در دل این پیامک‌ها سوالم هست، شما اگر در واقع بتونید این سوالات رو هم پاسخ بدید ممنون میشم. پیامک‌ها خیلی زیاد تعدادش و خیلی هم ابراز همدردی با بازماندگان این اتفاق و سردار حاجی زاده است. حالا من چند تاش مهمه نمونه می‌خونم. سلام، ما منتظر ادامه انتقام از آمریکا هستیم. قاتل اصلی عزیزان حادثه هوایی هم آمریکاست. مبادا این اندوه مانع از ادامه راه صحیحمان و اخراج دشمن از منطقه شود. سلام و درود، بنده از ته دل دلم به حال سردار حاجی زاده سوخت آن وقتی که گفت آرزوی مرگ کردم. آقای یا خانم سعادتی از نیشابور، سلام، چرا در آن شرایط به هواپیمای مسافربری اجازه پرواز دادند؟ آیا این را نمی‌دانستند که ممکن است کمش اتفاق تلخی رخ بدهد؟ درست است که مقصر اصلی آمریکا است، ولی ما هم باید تدبیر بیشتری داشته باشیم. یک سوال پرسیدن، آیا در جهان سابقه تاریخی در این خصوص وجود دارد؟ و باز هم پیامک‌های زیادی که هم ابراز در واقع همدردی با بازماندگان حادثه تلخ هستش و هم خیلی از سردار حاجی‌زاده تشکر کردن در رابطه با این مسئله. خب حالا آقای دکتر کوشی، دو تا سوال مطرح کردم من در دل همین پیامک‌هایی که سابقه تاریخی در جهان، یکی هم این که چرا این تصمیم بدیهی که وقتی ما در شرایط جنگی هستیم و اونها هم تهدید کردن که ما موشک می‌خوایم بزنیم و ما هم داریم موشک می‌زنیم اجازه پرواز داده میشه؟ واقعا یک سوالیه که حتی سردار حاجی زادم امروز دیگه اینو نتونستن جواب بدن، گفتن که مسئولینش بعد میان واقعا اینو نسبت بهش پاسخ بدن. ببینید، ما خطا در عرصه جنگ، حالا اون ماجرایی که آقای طالب زاده گفتن که عمد بود، یعنی ناخدا ویل راجرز فرمانده ناو وینسنس به عمد هواپیمای ما رو زد، میدونست داره هواپیمای مسافربری ایرباس ما رو در آسمان ما، در آسمان جزیره هنگام در واقع زدن، در واقع هواپیمای در خاک خودمون علاوه بر حقوق بین الملل محسوب میشد. و بعد ایشون مدال گرفت و تمام خدمه ناو وینسنس روبان شجاعت گرفتن. حالا این رو ما واردش نمیشیم، اما مواردی که واقعا خطا بوده مثال میزنیم. ببینید، هواپیمای خطوط مالزی از رو آسمان اوکراین میگذشت در مقطعی که روس‌ها و اوکراینی‌ها درگیر بودن و هیچ کسی تا امروز به عهده نگرفت که روس‌ها گفتن اوکراینی‌ها بودن، اوکراینی‌ها گفتن روس‌ها بودن و پرونده بسته شد. هیچ کس نگفت ما بودیم و عملا همین در واقع چند سال پیش بود. موارد دیگه داشتیم متفاوت، من انواع خطاها رو میگم تو همین دوران معاصر که ببینیم امر نامطلوب ولی اجتناب ناپذیریه. ببینید، سال 1986 میلادی، سال 65 ناو جنگی استارک آمریکا از سوی هواپیماهای رژیم صدام مورد حمله قرار میگیره. آمریکایی‌ها میگن اشتباه بوده، اشکالی نداشته و ناو آمریکایی استارک منهدم میشه، بیش از 40 خورده آمریکایی اونجا تلفات میدن، اما میگن خب اشتباه بوده، اشکالی نداره. هیچ کسی هم گریبان صدام رو نمیگیره. این مثالی که در خلیج فارس شاهد بودیم. یا سال 1984 میلادی هواپیمای کره جنوبی اشتباهاً وارد آسمان شوروی سابق میشه و روس‌ها به عمد میزنن و اعلام میکنن عمدن زدیم، عذرخواهی هم نمیکنیم. یعنی مثل دیگه این نمونه های متفاوته، تازه اونجا شوروی در فاز حالت جنگ هم نبوده. از این نمونه ها واقعیت اینه که تو چهار گوشه دنیا هست و حالا نمونه تلخی رو که ما خودمون در خاطره اون هست، وقتی که شهید عباس بابایی که بی‌نظیر بودن، مثل همه بچه‌های دیگر شهدای ما بی‌نظیر بودن، ایشون خاص بودن، از مأموریت برمیگشتن پدافند خودی در واقع هواپیمایشون رو هدف قرار میده. خب دیگه این از این بالاتر که ما نداریم که. خب این موارد اجتناب ناپذیره در حالتی که حالت جنگی. حالا من میگم این وسط
از فاصله 19 کیلومتری کسی با چشم نمیتونه ببینه که هواپیمای مسافر بریز اینا سامانه به او هشدار میده و حالا این فرد به تعبیر سردار حاجی زاده باید تو 10 ثانیه تصمیم بگیره که شلیک کنه یا نه. اینا مواردی است که باید حوزه فنی بهش رسیدگی بشه. اما از اینجا ما شروع میکنیم سوال اون بینندمون که سوال همه ماست. بخشی در نیروهای مسلح وجود داره که این بخش اعلان میکنه که پرواز نشه. ما موارد متعددی داریم، مثلا تو رژه ها پروازها متوقف میشه، روزهای خاصی که مراسم هست مثلا 14 خرداد پروازها متوقف میشه در محدوده های خاصی. و از کی شروع شد این بحث؟ وقتی که در مراسم 19 بهمن که روز نیروی هوایی هست در دهه 70 شمسی، هواپیمای مسافربری به مقصد مشهد بلند شده بود، با هواپیمای جنگی که برای رژه بلند شده بود برخورد کرد و تو آسمان تقریبا مهرآباد اینا با هم برخورد کردند و در واقع ما اونجا هم در واقع قربانیان زیادی داشتیم، داغدار شدیم. این که مرکزی میاد و اطلاع میده از اون به بعد دیگه این جدی رعایت میشد که در این شرایط حتی حالات رژه، حتی حالات رزمایش، حالات امثال هم پرواز صورت نگیره. اینجا الان یکی از موارده که سوال همه ماست و قطعا در رسیدگی ها بهش خواهند رسید و خدای نکرده مقصرانی باشه، کوتاهی کرده باشن، غفلت کرده باشن، باید پاسخگو باشن، اینه که آیا درست نبود که در اون مقطع که ما وضعیت تمام قد جنگی به تعبیر حرفه یا وضعیت سه رو داشتیم، آیا نباید پرواز ها متوقف می شد؟ و خدا واقعا رحم کرده که بیشتر از این اتفاق نیفتاده. قبل از این پرواز ما پروازهایی رو داشتیم و همینطور بعدش مهرآباد، یعنی حالت در واقع عادی در نظر گرفته شده. این از اون جاهایی است که این سوال حتما باید براش پاسخی اندیشیده بشه. عرض کردم در مواقع خیلی عادی مثل رزمایش ها، مثل رژه، مثل عرض شود که مراسم ها پرواز ها متوقف میشن به خاطر احتیاط. این یه نکته است. حتی دکتر در رابطه با این مسئله که فرمودید، من فکر میکنم اگه بخوایم منصفانه تر به مسئله نگاه کنیم، اون سربازی که اون لحظه اون دگمه رو زده به اشتباه و در واقع این فاجعه رخ داده، بله تشخیصش اشتباه بوده، یک فاجعه رخ داده، ولی خودمون باید حتماً اولویت به نظر میسه اولویت اشکال با اون نبوده. قطعاً اون همونیه که یک روزی مثلا دگمه فشار پهپاد رو انداخته. اگر یه موشک کروز واقعا این شرایط واقعا چرا ما برای ساعتی ولی مثلا 6 ساعت 8 ساعت 10 ساعت پروازمون تعطیل نشده، این بستر رو ما باید بریم. این بله یه نکته است. و از اون طرف اگر کسی الان با شدت و حدت تو فضای مجازی حکم قضایی صادر میکنه این رو باید اعدام کرد، این رو باید توبیخ کرد، من میگم اگر این تشخیص درستی بود و موشک کروزی میخواست بیاد به خونه یه تعداد از هموطنان ما اصابت کنه، میخواست بیاد بخشی رو با آتش بکشه و این نیرو، حالا افسر، سرباز، هر کسی هست، شلیک نمیکرد، اون وقت شما همین فرد رو به جرم خیانت به وطن توبیخ نمیکردی که چرا ترسیدی و شلیک نکردی. اگر شلیک نمیکرد و واقعا خدایی نکرده یک مهاجم بود، اون هدف از 19 کیلومتری مگر کشور پدافند نداره. بله ببینید، یعنی میخوام بگم این موارد، حالا البته ما سوال اصلیمون قرار هست که چرا جلوی این پروازهای مسافربری گرفته نشده. این یه چیزی هست. از اینجا ما وارد بحث بعدی میشیم. بحث بعدی اینه که در مواقع بحران اطلاع رسانی به عهده کیه. من تا جایی که خودم میدونم با کمال تاسف این یه خلأ وحشتناک قانونیه. ما ظاهرا مسئول اطلاع رسانی در مواقع بحران نداریم. خب این یه موقع بحران نیست، یه اینجور حادثه دردناکی رخ داده، چه کسی باید اطلاع رسانی کنه؟ آیا نباید جایی باشه که جمع بندی بشه؟ ببینید شاید بعضیا میگن که چرا زودتر اطلاع رسانی نشد، یا بعضیا حتی مثلا سپاه رو که نظام رو به دروغگویی متهم میکنن. این رو باید بدونیم که مسئولین هواپیمای کشوری اگر فرضاً سکوت میکردند و میگفتن ما باید بررسی بشه، نمیدونیم، هیچ کس در واقع به دروغگویی متهم نمیشد. چون الان بعضی میگن چرا اول گفتید در واقع سانحه بوده، هواپیما خودش آتیش گرفته، حالا دارید حرفتون رو عوض میکنید. خب اون مسئولین هواپیمای کشوری هم بندگان خدا مرتب ارجاع میدادن به جعبه سیاه، اما میگفتن بر اساس اون اطلاعاتی که در دست داریم تصویری وجود داره که نشون میده هواپیما آتیش گرفته، اونم با سابقه بدی که بوئینگای مکس 737 داشتن که همین امسال حداقل دوتاشون به خاطر سانحه نقص فنی در اندونزی و اتیوپی دچار حادثه شدن و دیگه همه دنیا پذیرفت، حتی اون هواپیمایی هم که تو فرودگاه تل‌آویو
آتیش گرفته بود. خب این یه نکته است، واقعا با این سوال باید مطرح بشه و باید براش چاره اندیشی بشه که در مواقع بحران مسئول اطلاع رسانی کیه. اگر قراره که اطلاع رسانی دقیق بشه، مسئولی باشه که بتونه اطلاعات نظامی ها، اطلاعات کشوری ها، اینا رو جمع بندی کنه، و اگه قراره هیچ اطلاعی داده نشود تا مقطع خاصی، هیچ اطلاعی داده نشود. چرا؟ چون اگر اطلاع غلطی داده بشه، اون وقت ناخواسته تو ذهن مردم این سوال میاد که نکنه میخواستن لاهوشونی کنن، نکنه میخواستن، و بعد دشمن به این شایعه دامن میزنه، دشمن به این گمان دامن میزنه. این از مواردی است که اتفاقا خیلی جدی باید پیگیری بشه که در مواقع بحران مسئول اطلاع رسانی اموری از این دست چه کسی است. مثلا خب... دکتر به نظرم میاد اگه حتی یک مسئول مشخصی، مثلا تو یه ستاد رسانه‌ای ما داشته باشیم برای بحث در مواقع بحران، همین رو عرض می‌کنم. اینقدر ما الان تو فضای مجازیمون حرف‌های زده میشه که اصلا همه اینها رو به حاشیه میرونه. درسته، اما حداقلش اینه که چون ببینید بخشی از بدنه نظام بر اساس اطلاعات در دستشون اعلان کردن که به نظر نمیرسه که حادثه در واقع تهاجم موشکی باشه، الان نظام متهم به دروغگویی میشه که خب منصفانه نیست. و جالب اینجاست که اولین گرای این مسئله رو کی میده؟ ترامپ میده. حالا من میخوام اشاره کنم به این که بعضیا میان میگن که چون کانادایی‌ها و فرانسوی‌ها و سوئدی‌ها و اینا میخواستن بیان بررسی کنن، شما مجبور شدید راستش رو بگید. اینم جز اون در واقع مطالبی است که تو فضای مجازی میگه میخواست جمهوری اسلامی میخواست لاپوشونی کنه، ولی چون خارجی اومدن مجبور شد. مثلا میگم یعنی پرواز داخلی بود، مطمئن باشه هیچ وقت کسی به عهده نمیگرفت مسئله رو. ببینید جالب اینجاست که رویترز خبرگزاری است که واقعیتش اینه که هر چی میتونه خبر منفی علیه ایران میده. همون رسانه‌ای است که میگه 1700 نفر توی آبان ماه کشته شدن. رویترز دیشب از دولت اوکراین نقل قول میکنه که دولت اوکراین اعلام کرده ما هیچ نشانه‌ای دال بر این که تهاجمی به این هواپیما صورت گرفته نداریم. و وزیر خارجه اوکراین هم بعدا میاد میگه ما هر اطلاعی خواستیم، هر دسترسی خواستیم ایرانی ها به ما دادن. اینو دیگه هم وزیر خارجه اوکراین میگه، هم رویترز به نقل از در واقع دولت اوکراین مطرح میکنه. پس این که بعضیا میگن که شما زیر فشار خارجی ها و از ترس رسوایی مثلا اینو مطرح کردید و به این خاطر سه روز طول کشیده، مثلا از چهارشنبه تا شنبه صبح، واقعیت اینه که دیگه دولت اوکراین فکر نکنم طرفدار دولت اوکراین، دولت کاملا آمریکایی و غربگراست. اون دیشب اعلام کرده و اونم خبرگزاری ضد ایرانی رویترز، خبرگزاری انگلیسی و ضد ایرانی. شما اگه بحث فرار از ماجرا بود، راه فرار زیاد بود. هم راه فرار زیاد بود و همین که اونا رسما گفتن ما هیچ نشانه ای نداریم از حمله موشکی، دلیلی نداریم و ایران همه همکاری ها رو هم کرده. پس ربطی به اینکه هیئت کانادایی قرار است بیاید یا هیئت قرار جعبه‌سیاه به فرانسه فرستاده بشه، به این ربطی نداره. این یه بحث. یه بحث دیگه اینه که این نحوه اطلاع رسانی واقعیت اینه که آیا باید صدا و سیما رو مقصر بدونیم تو این قضیه؟ وقتی صدا و سیما هر اطلاعی که به دست آورده داده، من وکیل مدافع صدا و سیما نیستم، اما میخوام ببینم آیا منصفانه است که بگیم مثلا صدا و سیما یا رسانه های دیگر دروغ گفته اند. اگر اطلاعی داشتند و مخفی کرده اند، بله میتونیم اونها رو متهم کنیم. اما وقتی صدا و سیما خودش از این به تعبیری شاکیه به عنوان دستگاه رسمی اطلاع رسانی کشور، که اگر من همون روز صبح هم به من اطلاعی رو میدادید، من همون روز صبح این اطلاع رو میدادم، کما اینکه امروز صبح هم تو اولین لحظه‌ای که اطلاعیه ستاد کل اومد. پس این کسانی که دارن هر به این بهانه هر جایی رو دارن میزنن، قاعدتا باید نگاه کنن. حالا اونایی که بی انصاف هم کار نده، اما اونایی که این مقدار منصفن باید این موارد رو رصد کنن که خدای نکرده اسیر این فضای رسانه‌ای نشیم. این وسط چه اتفاقی افتاده؟ ببینید تو این سه روز و امروز در واقع هم به دنبال اینن که اعتماد متقابل مردم و نظام رو خدشه‌دار کنن، هم دنبال اینن که اعتماد مردم به رسانه‌های داخلی رو خدشه‌دار کنن، هم اعتماد مردم به سپاه رو خدشه‌دار کنن. یعنی رسما از امروز صبح تو فضای مجازی دنبال براندازی اند. ببینید کودتا میاد یک حکومت رو میزنه، یک دولت رو میزنه، اما اینجا نه، اصلا رابطه مردم با نیروهای مسلح که توی این در واقع چند روز در واقع نشون دادن مردم که چقدر نیروهای مسلحشون رو، چقدر پاسدارانشون رو، چقدر شهدا رو دوست دارن، این رو دارن هدف قرار میگیرن.
و بله الان این رو تصویر متاسفانه تصویر این تلخه، این تصویر تلخ رو دوستان دارم. سوال من اینه که چرا یه عده از کسانی که خود رو ایرانی میدونند و میگن ما داغدار این حادثه ایم دارن پمپاژ میکنن نفرت رو، اونم به شکلی که حوادث آبان ماه دوباره تکرار بشه. ببین امروز جلوی دانشگاه تهران فراخوان زدن، یه عده اومدن و بعد به تصویر حاج قاسم سلیمانی تعرض کردن، به اهانت کردن، اونم قاسم سلیمانی که تو ایران دیگه میلیونی مردم گفتن ما عاشق این آدمیم، ما عاشق این آدمیم. واقعا قاسم سلیمانی مقصر این حادثه هست که تو میای جلوی دانشگاه امیرکبیر تصویرش رو مثلا اهانت میکنی؟ با کدوم منطق؟ و تو واقعا دلت برای قربانیان این حادثه میسوزه؟ تو داغدار قربانی این حادثه ای؟ قاسم سلیمانی مقصره؟ ببینید، و اون کسانی که من دارم میگم دقیقاً داغداران حادثه آمریکا، کسایی که وقتی آمریکایی‌ها موشک خوردن داغدار شدن، امروز دارن فراخوان میدن برای تجمع فردا تو فلان نقطه تو تهران. یعنی واقعا اینا در واقع اینا که دارن تجمع میخوان بکنن، میخوان چه اتفاقی؟ میخوان مثلا اون قربانیان این حادثه رو زنده بکنن؟ این سوال مطرحه که یا اینکه اینا دنبال یه مأموریتن. ببینید، مأموریت کسایی که امروز دارن فراخوان میدن برای تجمع فردا تو تهران و شاید جای دیگر اینه که خانواده هایی تو فردا و پس فردا داغدار بشن، و اگر خدایی نکرده 1% چنین اتفاقی بیفته، مسئولیت اون قربانیان روزهای آینده که اگر تجمعی مثل آبان ماه و حوادث آبان ماه رخ بده، دقیقا همین خناسان آمریکایی هن که امروز دارن نفرت رو تو کشور پمپ، اینایی که دقیقاً منافقین رسانه‌ای امروزن، اسم خودشونو هنرمند میذارن اما هنرشون رو فقط در خدمت نفرت پراکنی دارن به خدمت میگیرن. اینا میگن ما هنرمندیم، ما سلبریتی هستیم. اگر تو سلبریتی هستی چرا دنبال تجمعی هستی که توش عکس قاسم سلیمانی رو در واقع بهش جسارت و اهانت بکنن؟ و من اینجا واقعا روی صحبتم با مسئولین امنیتی کشوره که آیا باید دوباره خدایی نکرده؟ این سوال همه دردمندان و دغدغه‌مندانه. ما باید شیرینی پیروزی به آمریکا رو با تلخی تکرار حوادث آبان ماه تو دی ماه امسال شاهد مشاهده بکنیم؟ آیا باید اینا راحت دستشون باز باشه که 40 سال خدمت سپاه رو در واقع هدف قرار بدن؟ کدوم سپاه؟ همون سپاهی که چند وقت پیش ما بیش از 40 تا از بچه‌هاش تو مرز سیستان و بلوچستان هدف ترور قرار گرفتن. اگر اون بچه‌های سپاه تو مرز نبودن، خانمی که تو میای فراخوان میزنی، میدونی که دست امثال عبدالملک ریگی به تو و دختر تو کس و کارت میرسید؟ شاید هم خوشت میومد، شاید دوست داشتی، ولی مردم ایران دوست ندارن اتفاق بیفته. به همین خاطر وقتی میگن سپاه، یادشون به تک تک اون بچه‌هایی میفته که همین الان دارن تو چهارگوشه مرز از بچه‌های سپاه و بقیه نیروهای مسلح مرزبانی میکنن که ما زندگی راحتی داشته باشیم، و توی خانم هنرمند بیای علیه سپاه نفرت پراکنی بکنی به بهانه حادثه هواپیمای اوکراینی و فراخوان بزنی برای اینکه خانواده هایی رو داغدار کنی. اگر دوستان امنیتی، من نمیدونم واقعا امروز چرا اجازه دادن این اتفاق بیفته و بستر فضای مجازی عامل انتقام بشه. واقعیت اینه که اون 52 نقطه‌ای که ترامپ هوس در واقع در خیال و هوس‌هاش می‌خواست بزنه و نتونست چنین غلطی رو بکنه، اون مأموریت رو سپرده به سربازان بیجیره و مواجب رسانه‌ش تو اینستاگرام و توی توییتر که اونها به آتیش بکشن اون 50 نقطه رو، اگر نیروهای امنیتی و مدیران امنیتی مدیریت نکنن این فضا رو. بسیار تشکر می‌کنم از شما دکتر کوشکی. فقط با مسئله که گفتید فکر کنم این روزها مردم ما خیلی خوب دارن در واقع با پوست و گوشت و استخون خودشون لمس می‌کنن مسئله ای که نبرد ما نه درسه واقعی، درسه رسانه‌ای هم چقدر نابرابره. یعنی این میزان قلقم این که در مثلا توییتر و اینستاگرام و شبکه‌های در واقع آمریکایی از نیروهای مخالف اینها شده، اگر شما فرض کنید فقط برعکس شکل می‌گرفت، یک پلتفرمی بود ایرانی بود، مثلا 4 تا از این اکانت های سرشناس اینا میمدن باش برخورد میکردن، چه موجی را مینداختن که شما مثلا نمیذارید ما حرف بزنیم، ولی در عرصه واقع یک جور، در عرصه رسانه یک جور. کاش حرف میزدن. دقیقاً عرض میکنم اون 52 نقطه‌ای که ترامپ آرزوی زدنش رو داشت و جرأت زدنش رو نداشت،
همین در واقع این افراد میخوان تو کشور دوباره آشوب را بندازن و خدای نکرده اونا رو بتونن بزنن. این دیگه یه جنگ، یعنی اینجا دیگه رسانه‌ای به نام اینستاگرام و این اومده شده ابزار دست ترامپ برای انتقامش. بسیار خوب جان طالب زاده. ببینید اونایی که اعتراض میکنن و امروز میگن که این موضوع رو بهانه کرده، ما داریم میگیم یک اشتباه پدافندی شد. از این اشتباه پدافندی تو همه کشورها میشه، در زمان جنگ همه میدونن تاریخش، هر کی بخواد اینو بیا تحقیق کنه و لیست بکنه یه لیست بلند بالایی میتونه در بیاره، این روشنه. ولی اونایی که میان اعتراض میکنن و جمع میشن تجمع میکنن فلان جا و اینها، خیلی جالبه، اینا به سه چیز اعتراض دارن. هم اعتراض دارن به اینکه هشت شعبی حمله کرده به سفارت آمریکا، هم اعتراض دارن به اینکه، یعنی خوششون نمیاد که این تجمع در کل ایران رو گرفت که آمریکا رو ترسوند و لرزوند دنبال قاسم سلیمانی، اون در واقع خشی جنازه بی‌نظیر، و هم پاسخ ایران. اینا این گروه نسبت به همه اینا ناراحته، هیچ کدوم اینا رو دوست نداره، خصوصیاتشون همین چیزاست دیگه. خب اینا که خوششون، از اینم خوششون نمیاد دیگه، اینم بهانه میکنن. یعنی اونی که از اون حالش بد میشه از اینکه این تجمعی هستش به دنبال تابوت حاج قاسم، هم کسایی هستن که ناراحتن که ایران سری جواب داده، با قاطعیت جواب داده، نترسیده، هرچی ترامپ کرده کسی نترسیده، زده این تهدید کرده که من چند نقطه میزنم، اگر کوچکترین عکس العملی، دو روز بعد همچین زدن تو پایگاهش که سکوت کرد، عقب نشینی هم کرد، هم گفتن عقب نشینی کرد. این جماعتی که شما در مورد صحبت بکنه همون هست، این در مورد هیچ کدوم از این تو خوشحال نمیشن، ناراحت هم هستن که چرا اینجوری شد، چرا اونجوری شد. خب اینا که دیگه تکلیفش روشنه، این که دیگه من به نظرم خب این همجوری خواهد بود. ما متاسفیم که این اتفاق افتاد، اشتباه بود، نباید میشد، داغدار اینا هستیم، اینا برادر خواهرای ما هستن. تصویر بزرگتری که هستش خب برای همه تو ایران ثابت شد، انقلاب کجاست؟ به اونا که یک شک داشتن درشون یک خود می لرزید، خون این شهید نشون داد چه اتفاقی افتاد. انقدر این خون قیمتی بود که سلبریتی های مشهور رسانه ای آمریکا، یکی دوتا هم نه، همه اعلام کردن و تعجبشون و حیرتشون رو از این اتفاق. خب اینا در واقع ما یک طیف وسیعی از افراد در دنیا هستن که فهمیدن ایران چه موقعیتی هستش، اینقدر شجاعت داره که جواب بده. حالا مسائل بعدی هم باز خواهد شد، یعنی این ماجرا ادامه داره، همونطور که ما مثلا امروز صبح نمی‌دونیم، صبح زود نمی‌دونیم چه اتفاقی می‌خواد بیفتد، اعلام شد، امشب نشستیم داریم دور هم صحبت می‌کنیم، این ماجرا ادامه داره. یعنی یه چیزی شروع شده، با یک هواپیما و یک سانه هم تموم نمیشه، هم اینجا جمع شدن اونجا هم جمع شدن. اینا همون است که ناراحتن که ایران تونسته با قدرت جواب بده و انتقام یک هفته حماسی رو میخوام بگیرن. از این اتفاقات ده تا دیگه هم بیفته در مقابل اون اتفاق اصلی که هستش هیچه. ما چند بار باید بگیم آقا ما خیلی، اینا مثل همونه دیگه، اینا شما مثلا یه حادثه پیش میاد، هواپیما میخوره به کوه، اونجا هم عزادار میشیم، هممون ناراحتیم. اینجا هم یه پدافند دیگه داشت، میخواست فکر میگرد این موشک دشمنه یا هواپیمای دشمنه، زده به اشتباه کرده. حالا آقای حاجی زاده میگه ما برخورد خواهیم کرد اون افسری که این کاری کرده، لذا صحنه رو گم نکنیم، قاطی پاتی نکنیم. آره چهار نفر جمع شدن میگن چه و چه و اینها، اصل ماجرا همونه که تو تصویر دیدیم که مایکل مور میاد میگه که دو بار میاد حرف میزنه، میگه من همچین چیز ندیدم، کدوم جنرال آمریکایی، جنرال وستمورلند اگر میمرد همچین جمع میشد، یا کدوم جنرال آمریکایی که اصلا کسی اسمش رو میدونه تو آمریکایی ها که همچین تجربه. همه اونا میخوان اینا رو یه خود پاک کنن، این حیرت رو میخوان پاک کنن، این عظمت رو، این شوکت رو میخوان پاک کنن. بعدم پاسخ ایران که نترسید، به اینجا بحث اینه که کی نمیترسه و بلوف و طرف خونده، خب همه اونا رو پاک کنن. خب اینا همونه هستن که سر اون مسئله ناراحتن، خب سر اون ناراحتن اینجا اینا هم که بهانه میکنن، یک پیران عثمان بلند میکنن. ما نباید صورت مسئله رو گم بکنیم، ما باید آماده بشیم ادامه مسیر ادامه داره، این آرایش ها سر جاش هستش، با یک قدرتی هم سر جاش هست. این قدرت، این هیبت، یه هیبتیست که خداوند تو این عصر، تو این زمان داده و
از این اتفاقات هم خواهد افتاد. یعنی اینا امتحان هم برای ما هم هست دیگه، ما با این مسائل چه برخوردی میکنیم. خب همین که با چند زبان بیایم بگیم اشتباه شد معذرت میخوایم، با درستش بکنیم دیگه، چند جور باید بگیم؟ سه روز بعد. من به قول دکتر کوشکی تو شرایطی که خود اوکراینیا سندی نداشتن که بخوان گردن، یعنی اگه واقعا بنای ما بر این بود که بخوایم پنهان کاری بکنیم، میتونستیم حتی این مثلا امریکایی دستکاری کردن، بوئینگ هم امریکایی خودشون اومده مثلا دستکاری کردن. اگر بنای دروغگویی بود بالاخره مثل خیلی دفعات متعددی که حتی خود امریکایی ها و انگلیسی ها و امثال هم در واقع خطاهای بزرگ جنگی رو لاپوشانی کردن. ببینید آمریکا میاد رسما اعلام میکنه که در عراق انبارهای مواد شیمیایی وجود داره، نشون میده تصاویر رو در سازمان ملل، بعد به اون بهانه به عراق حمله میکنه و بعد هانس بلیکس رسما میاد داد میزنه، میگه ما بارها به عنوان نماینده بازرسان رسمی از طریق شورای امنیت و سازمان ملل اومدیم بررسی کردیم، میگیم تو عراق هیچی نیست، آمریکایی‌ها میگن هست، جنگو شروع میکنن. بعد از دو دهه دولت آمریکا میاد میگه بله در عراق هیچی نبود، ما در واقع این دو دهه دروغ گفتن به جهان. اگر بنای دروغگویی بود و حالا اینجا من حالا من چون هست... میام برنامه‌های آقای طالب زاده، شما نکته اگه هست باز بفرمایید، ما فرصت داریم بعدش حالا یک میام برنامه دوباره برمیگیم، ولی شما بحث رو کامل بفرمایید. این نکته که شما خیلی درسته، یعنی این سیستم دروغگویی آمریکا، دروغ پشت دروغ تو این تقابل بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده، این یک سنته که ما یکی از درسایی که اینجا هست اینه که از هر کدوم از این حوادث باید درس بگیریم. اتفاقا الان داریم میرسیم به نتایجی، الان ایران داره یک موضع قدرته، دست کم نگیریم دو تا پایگاه آمریکایی زدیم و هیچ کار نمیتونه بکنه. آقا به نظر من یک شوک بزرگه، یعنی این همه جنرال تو آمریکا هیچ کار نمیتونن بکنن، میدونن هر کاری بخوام بکنن هیچ، یعنی آغاز شکست زودتره، به شکست خواهن خورد، دیر یا زود داره. اینکه این ایرانی همچین کاری انجام داده با یه حادثه اینجوری پوشانده بشه و همه عزادار بشین آه عجب مثلا بدبخت بشیم که نشد کار، ما یه کاری کردیم همون شب این حادثه هم تو افتاده، این حادثه به اصطلاح غم‌انگیز و تراژیک تو افتاده، ولی کاری که کردیم میگم امشب قبل از اینکه بیام تو برنامه نگاه می‌کردم دیدم این خبرنگار سرگردون تو عین الاسد داره میگه که این خرابی که من می‌بینم هیچی توش زنده نمیمونه. پس داره تازه باز میشه، تازه امروز خبرنگار رفتن توی سایت دارن نگاه میکنن که چه اتفاقی افتاده، تازه الان داره صداش در میاد که مادرها میان جمع میشن جلوی این خونه این سناتور میگن بچه های ما چند روز موبایلاشون همه خاموشه، بچه های ما کجان؟ قطعا آمریکا این دروغ ادامه میده، چون سنتش همین جوریه، میگه این تو فرانجا کشته شد، اون فرانجا کشته شد، این مجروح، این اسیره، دروغ میگه میپوشونه. این نمیدونم چند صد نفر اونجا کشته شدن تو این حمله ما، این میخواد این پیروزی رو بپوشونه دیده نشه اصلا. این دوئله، یه دوئل واقعا. کسانی که تو ایران دارن اینجوری کمک میکنن که اون هیمنه و ابهت آمریکا یه مقدار دیگه بمونه و شکسته نشه، اونم که روز اول نیست ما با این مواجه هستیم. اون چیزی که البته ما تو ایران باید خیلی حواسمون باشه، یعنی سوء مدیریت نباید تو ایران تو این دوران اتفاق میافتاد. این تو این بعد از اون همون مطالبه ای که رهبری، ببینید رهبری میگه سوء مدیریت و نقصان باید پیگیری بشه، این که مرد ما بعد از این ماجرای بنزین و پارسال هم این شوکی که وارد شد یه شبه به خاطر این امضای FATF پول ما رو یک چهارم کردن یا اعلام کردن دلار 4200 تومانه که تو یه هفته شد 18000 تومان، مردم بیچاره کردن. این سوء مدیریت یا هیچ یه چیزای دیگه هم هست، این چیزیست که ما ضربه خوردیم از داخل و این باید اصلاح بشه سر جاش. ولی صحنه بزرگتر، چون برخواه این آقایون هم برخواه یه مدتی که دیگه میرن دیگه، اصل ماجرا این دوئله که تازه داره جا میفته. یه کسی از دنیا رفت که آدم ها دست خودشون نبود برن پشت تابوتش، جوری بود که دنیرو داره، رابرت دنیرو داره مطلب میزنه، رابرت دنیرو یکی از مطرح ترین بازیگرای آمریکا، اون داره مطرح میکنه چه اتفاقی تو ایران افتاده، نمیشه دیگه پوشوندش قایمش کرد. بعد شما چند تا آدم جمع میشن شروع میکنن منفی بافی میکنن، این کاریه که سالهاست کردن. درام بزرگتر و اون هیمنه‌ای که در واقع این صحنه داره
هیچی نمیتونم بپوشونه. با خون حاج قاسم هم شروع شد و چون رسانم قوی هستش منعکس که من تو یکی از برنامه خودم گفتم که روز اول تشییع جنازه در اهواز CNN و BBC میگفتن 10,000 نفر، روز دوم میگفتن 100,000 نفر، روز سوم میگفتن شاید 1,000,000 نفر، روز چهارم چندین بار این خبرنگاری CNN تو تهران دیگه گیج شده، میگه تا چشمگار میکنه آدم هست. بعد خودش تو مصاحبه تو برنامه گفت همچین چیز من 18 بار ایران آمدم، گفت همچین چیزی تو عمرم ندیدم و اینا خیلی دیگه هم گفتن. خب این رو میخوان الان به حیف نیست که این عظمت رو اینجوری در واقع بعضیا مگس صفت بخوان بیان ماسکه کنن و بپوشونن، این خیلی آیه کوش اینجوری نخواهد شد. این میگذره، چون اون درام و اون دور خیلی بزرگتر از این حرفاست و به سرعت هم میگذره. ما رئیس جمهور معذرت خواهی کرده، وزیر خارجه معذرت خواهی کرده، با ادبیات خیلی جالب، وزیر خارجه با ادبیات خیلی جالب عذرخواهی کرده و این گفته که این تو اون درام بزرگ جنگ با آمریکاست و تجاوز آمریکاست و اینا رو همه بیان شده. از این موضوع عبور خواهیم کرد. حواستون باشه که تصویر بزرگتر رو و باقی رو فراموش نکنیم. چه اتفاقی افتاده الان، در چه موقعی هستیم الان؟ آمریکا باید یه کاری بکنه دیگه. ما زدیم دیگه، ما پایگاهشو زدیم و اونم گفته هیچ کس، یعنی یه گربه هم از دماغش خون نیومد، هیچ کس، همه سالم هستن. تازه داره باز میشه که چه اتفاقی افتاده. تشکر میکنم از جناب دکتر کوشی و جناب نادر طالب زاده. یک میان برنامه رو همکارانم آماده کردن، میبینیم و بعد انشالله بخش پایانی گفتگو رو هم مشاهده خواهید کرد. چیزی که از شما طلب میکنم در این جمع اینه، اون چیزی که من از برای بعضی از دوستان شهیدم موفق شدم کنار قبر اقرار بگیرم، سوال کردن از خیلی ها فلانی چطور آدمی بود، اونا گفتن آدم خوبی، چیزی که پیش از این لطفی که کردید برای من ارزش دارد این اقراره. آیا من در ذهن شما آدم خوبی هستم؟ توفيتهم وتلقطين بدمائهم سبيل الرضاك تشهدين بين أيديهم نصين في ذلك لوجهك الكريم اللهم إنا لا نعلم من حق الله که آیا من در ذهن شما آدم خوبی هستم؟ اللهم إنا لا نعلم من حق الله خيرا اللهم إن هؤلاء
تسجون قدامنا عبادت و عبادت. اللهم انهم محتاجون الى رحمتك وانت غني عن تعذيب عبادك. اللهم فاعل درجاتهم واحشرهم مع محمد واله الطاهرين والحقنا بهم وارزقنا الشهادة في سبيلك يا مولاي. نظرات خودتون رو به شماره پیامک 100037 ما بفرستید. بخش پایانی گفتگوی ما رو مشاهده می‌کنیم با جناب دکتر کوشکی و جناب نادر طالب‌زاده. آقای دکتر کوشکی اگر جمع‌بندی دارید بفرمایید. من اینجا واقعا باید ادای احترام کنیم، سر تعظیم فرود بیاریم در برابر فهم و بصیرت خانواده‌هایی که عزیزانشون تو این پرواز قربانی شدن و به ملکوت اعلی شتافتن. ما از امروز صبح چند تا از خانواده هایی که یکی دوتا عزیز تو این پرواز از دست دادن و میبینیم که تو اوج داغداری آدم تلاش کنه جوون برومندی رو به نتیجه برسونه، تحصیل بکنه، آرزوها براش داشته باشه، بعد اینجور حادثه پیش بیاد و بعد خودش رو کنترل بکنه. ببینید اون خانومی که دوتا عزیز تو این قصه از دست داده، دخترش، دامادش، میاد و با صلابت میگه این مسئله باعث نمیشه که من به رهبری و به سپاه در واقع علاقم کم بشه. اون خانواده بزرگواری که میان و بحث این اشتباه فنی و شاید اجتناب ناپذیر رو در همین حد محدود میکنن و در واقع خودشون رو هنوز سرباز نظام، سرباز رهبری میدونن. و حالا همه اون کسانی که این داغ بزرگ، این داغی رو که همه ما شریکین تحمل میکنن اما اجازه نمیدن که این داغ بهانه‌ای برای انتقام از ملت ایران به خدای نکرده دوباره ترخ شدن کام مردم با آشوب‌های خیابانی اینها باشه. اینا واقعا نشون میده که ما چه انسان‌های بزرگی داریم. یعنی واقعیت اینه که جز تعظیم در برابر این فهم، جز اینه که اینا میگن ما سوال داریم، ما مطالبه داریم، ما خواستار برخورد قانونی با مسببین و خدای وکیل مقصرین هستیم، اما اینا رو به حساب نظام نمیذاریم، ما علقمون با نظام قطع نمیشه. این یه مطلب خیلی شایسته تقدیره. و بعد مطلب بعدی که این وسط اول صحبت اشاره کردم، کاری که آیه حاجی زاده کرد اگر جز این بود کسوت سپاه برازنده ایشون نبود. ببین ایشون لباسی رو پوشیده که دوستان شهیدش پوشیدن، ایشون کسیه که سالهای سال با حاج حسن مقدم همرزم بوده. اگر امروز ایشون پشت اون دوربین زنده نمی اومد، کاری که در این 40 سال جمهوری اسلامی به این شکل اتفاق نیفتاده و قبول مسئولیت نمی کرد، برازنده اون لباس نبود و امروز نشون داد که شایسته اون لباسه. ایشون امروز جلوی دوربین تلویزیونی باور کنید که شهید شد برای بچه‌های سپاه، برای بچه‌های از این دست. هزار بار شهید شدن راحت تر از اینه که بیان و بخوان این گونه در واقع سیبل همه نگاه‌های اتفاق بشن و دوست داشتن خودشون واقعا پیش مرگ این کسانی باشن که تو این پرواز بودن. من میخوام یه نکته‌ای رو اشاره کنم. اونهایی که این امروز در واقع سپاه رو توی فضای مجازی هدف عبارت‌هایی قرار دادن که خودشون لایقن، سپاه رو به قاتل بودن رو، سپاه رو به امثال هم متهم کردن، چرا وقتی که قطار تبریز مشهد دچار سانحه شد، ده ها نفر از هموطنان ما در اون قطار سوختند و کشته شدند، مجروح شدند، زائران علی ابن موسی رضا و آقای آخوندی وزیر مربوطه که اومد و با یه لحنی گفت اینا بیمه بودن، چرا اونا اون موقع تجمع نکردن که آقای آخوندی
این نحو سخن گفتن اهانت به اون خانواده های داغدار، اهانت به اون کسانی است که به خاطر غفلت و کوتاهی و تقصیر شما کشته شدن، این به جای عذرخواهی بوده. اون موقع کسی هیچ حرفی نزد علیه آقای آخوندی، علیه دولت، هیچی نگفتن. اما الان از کسی که اومده رسما داره حتی گناه بقیه رو گردن میگیره، عذرخواهی دارن میکنه، اونم توی جمهوری اسلامی که ما چنین چیزی رو به این شکل نداشتیم و این بلوغ مسئولیت تو جمهوری اسلامیه، اونو هدف هجمه قرار میدن. اینا کسایی هستند که اتفاقا با 40 سال سپاه، با سپاهی که حافظ انقلاب و مردم بوده، مشکل دارن. و ببینید کاری که امروز توسط آقای حاجی زاده صورت گرفت، از این به بعد الگو باید بشه. و از این به بعد خدایی نکرده هر مسئولی قصور کرد، ما باید مطالبه کنیم که اون روز حاجی زاده 40 سال رزمندگیشو کف دست گرفت، آبروش رو، و اومد و گناه گردن گرفت، فرافکنی نکرد. ببینید ایشون میگه هواپیمای کشوری مقصر نیست، ایشون میگه دستهای دولت اصلا مقصر نیست. اونم تو وقتی که ناجوان مردان سپاه رو متهم می‌کردن به اخلال در کار دولت، سپاه رو متهم می‌کردن به ضدیت با دولت، اینجا میاد میگه نه دولت، نه هواپیمای کشوری، هیچ کدام از مسئولین من میپذیرم. ببینید ممکنه یک فرد خدای نکرده تخلف کرده باشه، میگه چون مسئولش هستم من هم میپذیرم و آماده هر گونه تصمیم مسئولین هستم، آماده هر گونه برخوردی هستم. چند تا ما مسئول داشتیم که اومدن و این گونه در واقع قبول مسئولیت کردن. اگر سپاه یک روزی در حوزه ایثار، در حوزه شهادت، در حوزه شجاعت و رشادت الگو بوده با قهرمانان بیشمارش، امروز در حوزه مسئولیت پذیری الگو شده سپاه. و این نکته ای نیست که واقعا ظلم بزرگیست. هر کسی که میگه سپاه فلان است و الست و برست، من ازش سوال میکنم دوست عزیز، یک مورد بگو که یک مسئول دولتی اینگونه خاضعانه مؤدبانه به خاطر یک حادثه ای آرزوی مرگ کنه، عذرخواهی کنه و قبول مسئولیت کنه و فرافکنی هم نکنه. این نکته است که تو اوج دو روز قبلش اومده بزرگترین دستاورد نظامی این چند دهه رو توضیح. این نکته دیگه هست، یک دقیقه فرصت داریم تو شما. و ببینید واقعیتش اینه که یه نکته هم چون خیلی دوستان سوال کردن، اینه که گفتن نقش رهبری در این قصه چی بوده. ببینید رهبری دیروز ظهر به ایشون گزارش داده شده، همون دیروز ایشون به صراحت دستور دادن که باید اطلاع رسانی بشه، باید پیگیری بشه. و این دفعه اول نیست، وقتی ماجرای کهریزک پیش اومد در حوادث تلخ سال 88، به محض اینکه گزارش به ایشون رسید، ایشون با صراحت تمام گفتن باید قبول مسئولیت بشه و تا آخر پیگیری بشه. رهبری نظام به عنوان ولی فقیه، فقیه عادل، با مردمش صادقه، با مردمش رو راسته و دلش دل مردمه، داغش داغ مردمه و هیچ چیزی رو از مردم مخفی نمی‌کنه. اینجا اون ظلمی هم که بعضی از در واقع همین سربازان داخلی و ستون پنجم ترامپ دارن میکنن که در واقع تو این قضیه رهبری نظام مقصر میدونن، سپاه مقصر میدونن، در واقع دارن تسویه حساب میکنن به بهانه این ماجرا، ماجرایی که قطعا هیچ کدام از خانواده های داغدار قربانیان راضی به این قضیه نیستن. بسیار تشکر میکنم از جناب دکتر کوشکی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران. آقای طالب‌زاده بفرمایید. خواهش میکنم. خب اینکه قطعا این یک تصادف غیر عمدی بوده از سوی کسی که رئیس پدافند هوافضای ایران هست که 7-8 ماه پیش اون ابر پهباد رو زد، نترسید و آمریکا هم هیچ غلطی نکرد، همونجا یک بار هیمنه آمریکا شکست، اینکه نتونست جواب بده، بعد حرفای مضحکی هم زد، بعد به واسطه تشکرم کرد که از شما ممنون هستیم که اون هواپیما که پشت سرش داشت می اومد رو اونا شما نزدید. اینا که هم ناراحت هستن، از اینا هم ناراحت هستن که ایران هیمنه غرب و اینجوری آمریکا رو. و خیلی هم خوبه که تو این چند روز آینده ما توی برنامه های دیگری رصد بکنیم که کسی که با ما دشمنن، با ما رقیبن، اونها در مورد این حادثه، این در مورد این عذرخواهی فرمانده پدافند ما چی میگن. این بی سابقه است طرف بگه میگه کاش خودم مرده بودم و این اتفاق نمی افتاد. این چی اینجوری حرف میزنه؟ کدوم جنرال غربی اینجوری میاد حرف میزنه؟ این هم یه درسیست برای اونها. این که من عرض کردم دریادار لورد وست از انگلیس که این پادکستش که تو برنامه ال بی سی من رادیو لندن بوده،
اینو باید پخش کرد، درست ترجمه کرد و بگیم که این چی گفته. این که ریچارد دالتون سفیر سابق انگلیس در تهران، اونم یادمه که با ایران هیچ خوب نیست، اون در این مورد چی گفته و بعد اون تقدیر کرده این که یک شخص باید اعتراف بکنه که اشتباه ما کردیم، خیلی هم زود اعتراف بکنه، مثلا سابقه نداره، سالها میگذره، بعضی موقع 10 سال میگذره. مگه آمریکا تا الان اومده گفته 11 سپتامبر که تو اتفاق افتاد؟ مگه تا الان اومده بگه که مثلا این آخر جنگ ما، جنگ 8 ساله ما، اون سالهای آخر این مواد شیمیایی از کجا اومد که صدام داشت؟ فکر کنم آلمان است، آلمان نیومده، همش آمریکا داده، چرا سبزش هم آمریکا داده به صدام. طول معذرت خواهی کرد اون 100,000 نفر که شیمیایی هستن، ما چرا دارن تو خونه الان تو خونه هاشون بچه ها هستن که هنوز حالشون وخیم از اون طول عذرخواهی کرده، اصلا اعتراف کرده. حتی مختص ایران هم نیست، حتی من یادم اوبامایی که حالا خیلی هم عنوان یک فرد مثلا معتدل نگاه میکردن بهش، بعد از بمباران در واقع ژاپن به صورت اتمی چند سال بهش مصاحبه کرد، گفت ما بازم حاضر نیستیم عذرخواهی بکنیم، یه اتفاقی تو جنگ حالا زدیم دیگه، حالا مثلا چند میلیون کشته شد. یعنی اینقدر راحت نسبت به جایی که تازه ایران هم جمهوری اسلامی هم ژاپنی که حالا یه موقعی با اینها صرفا توی جنگ در واقع جهانی با اینها درگیر، کجا اینا اومدن اعتراف بکنن که ما اشتباه کردیم، که اصلا مثلا آدم آدم باشن. ما چرا با آمریکا نمیتونیم حرف بزنیم؟ چون اصلا با منطق حرف نمیزنه، همش به زور حرف میزنه. شما جملاتی که رئیس جمهور امروز و معاونش و وزیر خارجه در مورد ایران صحبت میکنن، مسئولین رسانه ما حیا میکنن، اگه مؤدبانش بخوام بگم، بعضی هم سانسور میکنن. اگه در مورد ما چجوری صحبت میکنن، اگه درست پخش کنن بهتون میگم چه اتفاقی میفته. ما یک حالت دیگه ای داریم تو بحث جنگ، یه مرام دیگه ای داریم. شما مرام جنگی حزب الله رو نگاه بکنید چجوری میجن، هیچ وقت زن و بچه رو نرفته، فقط به سرباز حمله کرده. تو طول مدتی که لبنان 18 سال ما اشغالش کرده بود اسرائیل، هر وقتم که میزد فقط سربازا رو میزد. مرام دارن، یعنی جبهه جهادی اسلام نیروی جنگیش مرام داره، مرامی داره که صادراتیه، مرامی که حاکی از یک تمدن بالاتره، مرامی که بر اساس یک الگو، یک فکر و یک ایدئولوژی بالاتره که ادعام داره. امروز هم ادعا داریم دیگه، ما ادعا داریم، ما یه ادعای تمدنی داریم، چیزی که نفوذ پیدا کرده تا اونور یمن و ترسی رو از این نفوذه. حالا با یه حادثه بخوان این بعضو به هم بریزن، اولا شدنی نیست، اتفاقاتی که افتاده چون به چشم همه دیدن. وقتی سلبریتی های بازیگر آمریکایی که انصافشون خیلی فکر کنم بالاتر از بعضیاست، به این راحتی میان حرف میزنن، توییت میکنن. دو بار مایکل مور توییت کرده، یه بار گفته که به رهبری گفته که اجازه بده ما جواب ترامپ بدیم، میلیون ها نفر ما هستیم، ما جوابش رو شما کار نظامی نکنیم، ما جوابش بدیم. دومین توییت شما تو گفته برای کدوم جنرال ما میتونیم جمع بشیم پشت تابوتش اینجوری. یعنی شکستن، هرچی هم در مورد ایران دروغ گفتن با همین شهادت خیلی هاش داغون شد. چون میدونی که هیچ وقت CNN و امثال هم قفل نمی کنن روی یک سوژه اینجوری، قفل نمی کنن. اینا قفل کردن چون باید اینجور می شد و بعد از اون خب هیمنه صحنه هم جوریست که حالا خداوند متعال تقدیر کرده این تو بیفته، یه تصادفی که دائما میگیم غیر عمدی بوده. خب اینم یک درسیه دیگه که ما تو این مسیر داریم میریم چلو، ولی اثر نمیتونه بذاره تون اصل صحنه وسیع تری که بحث موجودیت آمریکاست. اصلا وجود آمریکاست، موجودیتش هستش، اصلا خواهد بود. همین مایکل مور توی پرده برده از فیلمش فارنهایت 11-9 توی مصاحبه با MSNBC گفت من گمان میکنم که ترامپ آخرین رئیس جمهور آمریکا باشه. بعد من منظورش گمان میکنی آخری گفت، جمله دومش که نمیگه، خودش نمیگه، یعنی بعد از اون آمریکایی نخواهد بود که رئیس جمهور داشته باشه. یعنی ما با همچین چیزی مواجه هستیم، بعد یارو گیر میکنه با آدمایی که اصلا از سپاه بعدشون میاد، از قاسم سلیمانی بعدشون میاد، حالشون رو بد میکنه، جواب ما به پایگاه آمریکا حالشون رو بدتر میکنه. خب اونام حق داره ناراحت بشن. من یه جمله میخوام به دوستانی فرصت بله به دوستانی که شاید دوست بچه های خوب، دوستان خوبی که این روزها عزای این حادثه هواپیما به عزای
حاج قاسم اضافه شد بگم که قرآن میگه از ها ان تکرهو شیئاً و هو خیر لکم، ممکنه یه چیزی رو ما فکر کنیم بده ولی خیریتی درش باشه. دست خداوند پشت سر این ملت، بالای سر این ملت، دست امام زمان روز سر همه ماست. فراموش نکنیم و خدای نکره این حوادث تلخ ایمانمون رو ضعیف نکنه. انشالله دست شما نه نکنید. دکتر پوشکین جامعه طالب زاده تشکر میکنم از هر دو بزرگوار و از شما بینندگان عزیز. ببخشید یعنی من نتونستم در واقع همه پیامک ها رو بخونم، حجم پیامک ها بسیار زیاد بود، خیلی ها اعلام همدردی کرده بودن با این اتفاق تلخ و بازماندگان عزیز اون بزرگوارانی که در این حادثه تلخ جان خودشون رو از دست دادن. خیلی هم تشکر کرده بودن از سرور حاجی زاده که نشونه واقعا اگر مسئولین ما در سخت‌ترین شرایط هم با صداقت با ما مردم صحبت کنن، مردم باز هم پذیرای اونها هستن. از شما تشکر میکنم و تا برنامه بعد شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.